در منطقه‌ای که محروم از امکانات و دور از مرکز است زندگی می‌کند. وی تازه صنف هفتم را در مکتب آغاز کرده که نبود معلمین نگران کننده است. اما ساخته های ابتدایی نوجوان نشانگر استعداد خارق العاده اش می باشد. عبدالحی، نوجوانی که در دورترین ناحیه فاریاب زندگی می کند و با کمترین امکاناتش توانسته بادپکه، زنگ دروازه و ماشین اسباب بازی را تهیه نماید. وی می گوید از چند مدت می شود که مصروف ساخت و تهیه این اسباب گردیده و تلاش می کند تا در آینده یعنی چندان دور طرح‌های بهتری را عملی نماید. من می خواهم در آینده انجینر شوم و مشکلات مردم رسیدگی کنم. می خواهم که برق جور کنم. دیگه مقصد مردم را کمک کنیم دیگه. هرچند ساخته های عبدالحی ابتدایی می باشد، اما استعداد و توانایی نوجوان قابل توصیف است. وی میگوید با کمترین امکانات زنگ دروازه را از بیبره موبایل ساخته و این نشانگر توانایی وی میباشد که در صورت موجودیت امکانات میتواند چیزهای جدید و کاربردی را تهیه کند. از بیبره موبایل جور کردیم، زنگ را که فشار میدیم زنگ میزنه دکمش. در همین حال پدر عبدالحی میگوید که در ابتدا متوجه ساخته های وی نبوده، اما بعد از چندین وقت متوجه می شود که این نوجوان با امکانات اندکش توانسته استعدادش را نمایان سازد. عبدالحی چند ساله که دمی حساب تکنیک هر چیزی پیش خود می ساخت و مو را نادیده می گرفتیم. و یک وقت بود که معصوم خان سبب شد آمد یکان ساخته های ایره دید و ایره تشویق کرد. ما را هم فهموند که اینه میخوی یک ابتکار کرده و یکان چیز را جور کرده. باز بعد از اون ما متوجه شدم، ما گفتم که همون چیزهایی که ساخته اونا را باید دیگه دور نندازه. در همین حال معصوم احمدی میگوید بعد از سفری که به ولسوالی گرزوان فاریاب داشته با پدر عبدالحی و خودش آشنا گردیده و عبدالحی را به ساختن اسباب بیشتر تشویق نموده است. وقتی که آمدم اولین بار در ولایت فاریاب ولسوالی گرزوان، اینجا ابتکار از عبدالحی جان دیدم، بسیاری چیزای مقبول جور کرده بود و هر روز اینا امید ای که جور میکرد باز دیگه بچه های اینا تخریب میکرد. باز من همراه پدر عبدالحی جان اج محمد ساخت صحبت کردم، گفتم این بچه بسیار ابتکار خوب داره، شما باید ایر تشویق کنین، همکاری کنین، بعضی وسایل بزی فراهم کنین که ای بتانه در آینده یک چیزی بهتر و خوبتر بسازه. این در حالی است که عبدالحی نوجوان در دورترین منطقه فاریاب به درس و تعلیمش ادامه میدهد، اما از نبود معلم و امکانات برای مکتبشان نگرانند. از سوی هم مدیر مکتب دهندره ولسوالی گرزوان فاریاب میگوید که این مکتب به کمبود امکانات و معلم مواجه بوده و از مسئولین میخواهند تا در زمینه بازسازی و تهیه امکانات برای این مکتب توجه جدی نمایند. کتابچه قلم برای ما لازم است که برای ما همکاری شود دیگه در این مکتب. و دیگه کلمه ده کلکنار شای شکسته، میتونن که برای ما کلکنای ما را شایش آباد کنند. ولسوالی گرزوان ولایت فاریاب یک منطقه کوهستانی است که حدود 80 کیلومتر از میمنه مرکز این ولایت فاصله دارد. عبدالحی نوجوانی که در دامنه های کوه ها در دورترین منطقه ولایت فاریاب زندگی می کند، اما با امکانات اندکش توانسته استعدادش را نمایان سازد و می خواهد تا در آینده این چندان دور انجینیر شود. روح‌الله دانش، ولسوالی گرزیبان، ولایت فاریاب.